بسم الله الرحمن الرحیم آمدیم start control panel و بعد از او administrative tool. خوب دا administrative tool میخوانیم computer management. ای دیگه ویندو رو بسته میکنیم. اولین کماند که دیجا ما شما کار میکنیم عبارت است local user است. ای را double click میکنیم بعد از او command یا folder user انتخاب میکنیم. سلکو یوزرایی که در کامپیوتر ما شما اینستال شده است برای ما چی میکنه؟ نشان میده که این می دو یوزر است در کامپیوتر شما چی شده؟ اینستال شده است. دو یوزر است، یک یوزر یک دیگه یوزر. سه یوزر است، ادمنستریتور، گست، نور انستیتیوت، که دوی از او که است غیر فعال است که ام گست است و ام ادمنستریتور تول ادمنستریتور. یعنی سه یوزر است، دو یوزر از او که است غیر فعال است و یک از او که است فعال است. میخواستی یارا انیبل کنی از حالت دیسیبل یا رو بکشی، فقط رایت کلیک کو برو پروپرتیز، برزو بگو برادر ایره دیسیبل غیر فعال کو اپلای اوکی او چی شد؟ او هم فعال شد. گست رایت کلیک کو برو در پروپرتیز، برزو بگو ایره هم چی کو بگو از دیسیبل بکش انیبل کو اپلای اوکی. ار سه یوزر حال چی شد؟ اکتیویت شد، فعال شد، انیبل شد. امروی ما میخواستیم مثلا نور انستیتیوت ای یوزر غیر فعال کنی، رایت کلیک کو برو پراپرتیز بگو چی کی ایره دیسیبل کو اپلای کلیک کو سل کو اوکی نشانی چی اومد؟ دیسیبل سرز اومد. پس ما رایت کلیک میکنم پراپرتیز میریم میگی میره چی کو؟ انیبل کو. یعنی باز ایره شما استفاده کردن نمیتونین. مثلا ادمنستریتور ما که است یوزر پاسورد نداره، رایت کلیک کو میخواستی پاسورد بتی بگو سیت پاسورد. چی پاسورد میتی؟ پرسید برو مثلا نوشته کردم که اینمی پاسورد، هر چی پاسورد که باشه اینای پاسورد آدم برش، فقط اوکی کلیک کو پاسورد چی شد؟ پاسورد گرفت. نور انستیتیوت پاسورد نداره، رایت کلیک کو برو سیت پاسورد. پاسورد برش بتی چی پاسورد میتی؟ مثلا پاسورد خودم تایپ میکنم برش اینم پاسورد شد. پوینت باز هم پاسورد دادیم، فقط اوکی کلیک کو پاسورد چی شد؟ گرفت. میخواستی پس به پاسورد کنی، رایت کلیک کو برو سیت پاسورد گرفتی، پرسید بگو. فقط نه در اول نه در پایین چیزی بتی، اوکی کلیک کو پاسورد چی شد؟ از بین رفت، خالی پاسورد شد. با می شکل میتونه ادمنستریتور هم سیت پاسورد از بین میبری، برو پرسید فقط خالی بان بگو اوکی پاسورد چی شد؟ از بین رفت. پس میخواستم نورم پاسورد بتم، ادمنستریتور هم ایجم رفتم گفتم سیت پاسورد چی پاسورد میتی؟ اینی پاسورد. و دیگهشم گفتم اینی پاسورد میتم اوکی پاسورد گرفت. ایدگیشم رایت کلیک کردم سیت پاسورد، پرسید رفتم چی پاسورد میتیم؟ اینم پاسورد دادم برش. پایین بردویش که است یک پاسورد، صحیح شد. ای بود پاسورد دادم. دیگه میخواستی کدام یوزر نو جور کنی، رایت کلیک کو نیو یوزر بگو جور میکنم. خب چی نام؟ نام یوزر چی باشه؟ میگم ستودنت. ستودنت فول نیم از چیز دسکریپشن میتی، نامت ایج، پاسورد میتی بله چی پاس، نه پاسورد نمیتم. فقط کریت کلیک کو چی شد؟ یوزر همراه ما جور شد بنامی student. وقتی که شما کمپیوتر خود لگ آف میکنین یا سویچ یوزر میکنین، بنامی student یک یوزر دیگه جدید جور میشه. میخواستین پاسورد بتین، رایت کلیک برین پاسورد بتین. میخواستین مکمل از بین ببری، دیلیت کلیک کچی میشه؟ از بین میره. یا مثلا میخواست دیگه مشخصات زور تنظیم کنی، بعد ایجا چی کو؟ مثلا آگه ای اپشن شما کلیک کرده باشین user must change password at next logon. وقتی که کمپیوتر خود شما لاگ آف میکنین، لاگ آف که میکنین، پس که لاگ آن میشین کمپیوتر از پیش تقاضا میکنه که باید پاسورد خود چی کنین؟ چینج کنین. اگه میخواستین که نه پاسورد چینج نکنه، ایره کلیک کنین و پاسورد never expire کلیک کنین. دیگه که بینمیس، اگر شما میخواستین این قسم یک یوزر جور کنین که با شاگرد باشه، شاگرد ها زیادتر فکرتان باشه وقتی که در کامپیوتر کار میکنه هر جای هر پروگرام را دست میزنه نمیفهمه دیلیت میکنه ورا. میخواستی یک یوزر جور کنی که شاگرد بدون از اینکه درس بخونه پروگرام و فایل صف کنه، فایل اوپن کنه، نتونه که پروگرامی تا که اسم مثلا دیلیت کنه، مثلا نتونه که مثلا فایلی که در کامپیوتر سوره دیلیت کنه، یا مثلا درایو هایی که چیزی از سوره تغییرات بیاره، یوزر پاسورد بده، این چیزا را. یعنی رایتس نمیتی، شاگرد حق ازیر نمیتی که مثلا در کامپیوتر تو زیاد چی کنه؟ ادیتینگ بکنه، ادیت کنه چیزی، تا چیزای را انیبل کنه یا دیسیبل کنه. پس مثلا من یوزر دیلیت کردم، دیلیت یوزر ناو که جور میکردین، نیویزر که رفتین مثلا به نام استودنت. پس همیشه بیاین اینمی اپشن کلیک دور کنین و بگو یوزر کانات چین پاسورد و پاسورد نیور اکسپایر، کریت کلیک کنین. آلی کسی که از طریق از یوزر داخل کامپیوتر میشه میتونه کامپیوتر پروگراما را ببینه، درس بخونه، اوجه فایل را جور کنه، فایل را مثلا تغییرات بیاره، نمیتونه پروگراما دلیت کنه، نمیتونه فایلی که در کامپیوتر دست دلیت کنه، نمیتونه مثلا درایو هایی که داخلش صورت چی کنه دلیت کنه. صحیح شد. پس اومدم میره رایت کلیک کنم، رایت کلیک کردم گفتم دیلیت یوزر، فقط یس گفتم چی شد؟ او از بین رفت، دیلیت شد. یه بود امرای ما چی؟ یوزری که ما براتون جور کردیم. دیوایس منیجر انشاءالله ریکارد بعدی میخوانیم.